تخيلوا أن فكرة الخروج من المنزل للقيام بأبسط أمور الحياة الأساسية أمر مرعب وعاقبته وخيمة. هذا ما تعيشه النساء الأفغانيات في عهد طالبان، يفكرن ألف مرة قبل الخروج إلى الشارع من دون ولي أمر ذكر بسبب قيود الحركة القمعية، ويتساءلن ماذا نفعل لو لم يكن لدينا محرم. بخاطر كبيشتر خانوما مثلا فاميل يعني ندارن امو چیشان نیست، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست. خانوما خودشان اونا مو سپورتر خانهشان هسته دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنن؟ خب بیشتر اوقات همراه خواهر مادر، چون برادر ما که نمیشه، چون خودشان گاهی هستن خانه گاهی نیستن و وقتی نیاز پیدا میشه دیگه نمیتونه اونا به هم ما رسیدگی بکنه، بخاطر که ما مثلا 4 نفر هستیم از طبقه اونا، مثلا وظیفه و اینا باز نمیتونه اونا به ما رسیدگی بکنه و اما جوری خواهر یا مادر برابر میشه میریم. النساء في أفغانستان لا يشعرن بالأمان إذا ما خرجن من غير رجل. تحدثنا عن مخاطر الاعتقال وتهديد المضايقة إذا كن وحدهن أو حتى برفقتهن رجل. امونجا نه امونجا استاد ما کردن، یعنی بچه همه مام که یعنی یک نفر بود در بین قدر خانم، او بسیار ترسیده بود هم که یعنی خانم ما را از خاطر ما چیز نشه و یا چی او را مثلا چی یخنشا می گرفتن که چی تو خانم کجا آوردی، چیت میشن، اوش چیت میشه، ایش چیت میشه. في افغانستان تحت حكم طالبان يبدو انه لا مكان للنساء في البلاد. فرض عليهن قيودا شملت معظم أوجه الحياة، ودعن مدارسهن ووظائفهن، ولا مؤشرات لعودة حقوقهن، بل إنهن مع كل مرسوم تصدره طالبان يجدن أنفسهن مقيدات أكثر.